سلام، خیلی خوشحالیم که تونستیم بخشی از این ایونت لوکال اشپیل باشیم، اشپیل دیجیتالی که وجود داره. به هر حال خیلی خوبه که حتی شده به صورت ریموت و آنلاین یه جزی از این نمایشگاه باشیم. در خدمت بچه ها هستیم که یکم گپ بزنیم راجع به وضعیت ایران و بورد گیم و اینجور داستان ها. یه معرفی کوچیکی من بکنم. آقای امین انصاری طراح بازی و از بچه های بورد نویس که تو حوزه طراحی بازی و پلی تست و اینا خیلی فعالیت میکنن. آقای آرش برهان که مدیر تولید مجموعه مستفیل هستن که تولید بورد گیم انجام میدن. عرضم به حضور شما که آقای شهاب محسنی طراح بازی از جمله بازی اورچین که تولید شده توسط کانون و دانشگاه تهران، درسته؟ و اینکه یکی دیگه از بازیاشون هم تو همین غرفه‌های دیجیتال هست که میتونید ببینین و تست کنین و اینها، به اسم بازی اقدیم، بازی اقدیم رژن که حالا میتونید تو همین غرفه‌ها ببینین، تست کنین و ببینین بازی و آشناشین باهاش و الی آخر. من هم که امیر آیینم، هم علاقه‌مند به بورد گیم. عرضم به حضور شما که میخواییم یکم با بچه ها راجع به وضعیت بورد گیم در این لحظه‌ای که هستیم بعد از گذشتن این سال‌هایی که نسبتاً ماجرای بورد گیم داغ‌تر بوده در ایران و اینا صحبت کنیم و اینکه حالا احتمالاً نگاهمون به آینده چیه و از این داستان. من یه سوالی داشتم که میخواستم بحث رو با این ماجرا شروع کنم. هر کدوم از ما یه چند سالی هست که توی این حوزه داریم کار میکنیم به یه شکلی، تو قسمت‌های مختلف اشاره، یکی تولید، یکی طراحی، یکی علاقه من بودن، پیگیری کردن و الی آخر. دوست دارم اینو بدونم که نسبت به اون اولی که آشنا شدیم با فضای بورد گیم ایران و منظورم از فضای بورد گیم ایران اون اتفاقات خیلی سال پیش از جمله راز جنگل ها و اونا با پولدار و این حرفا نیست لزوما. این بورد گیم مدرنی که امروز ما میتونیم اسمشو بذاریم و ماها دور هم جمع شدیم و اینا، نسبت به اون موقعی که با این فضا آشنا شدیم اولا بگین که چند وقت پیش بوده، دو اینکه شرایط الان نسبت به اون موقع چجوری توی مقایسه کنین، اون موقع چجوری بود شرایط و اینکه الان چجوریه به نظرتون و چه تفاوتی حس میکنین تو این سالا اتفاق افتاده. میخوای شما شروع کنم؟ خواهش میکنم. شب شما میخوام شروع کنم. مرسی. من تاس بریزم اگر. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما که دارید این برنامه رو میبینید و دوستان عزیزم. خب من مدت زیادی نیست. من جمله افرادی هستم که خیلی تقریبا میشه گفت تازگی ها آشنا شدم با این دنیای بورد گیم. نزدیک دو سال هست. و خب زمینه فعالیت و علاقه هم تو زمینه گرافیک بوده و ایران شناسی و همونجور که امیر جان گفتن خب خیلی تفاوت هستش بین اون چیزی که ما خیلی از قبل دیده بودیم توی ایران، بازی مثل مثلا مونوپولی و راز جنگل، با این دنیای خیلی گسترده‌ای که الان وجود داره. نزدیک دو سال پیش بود که من با بازی کتن آشنا شدم، مثلا با دنیای بورد گیم بزرگ و گسترده‌ای که الان داریم می‌بینیم و خب خیلی برام جالب بود، فضای خیلی خوبی هم بود، بچه هایی که توی این زمینه فعالیت میکردن و بازی ها رو معرفی میکردن خیلی با قدرت داشتن این کار رو انجام میدادن و بعضی از بازی هایی که مثلا دوست داشتن خودشون تولید میکردن، کپی میکردن یا مثلا عرضه مثلا حالا بزرگتر انجام میدادن و بقیه معرفی میکردن، کم کم داشت این فضا شکل میگرفت. و خب ما تو این فضا هم کم کم با این بازی ها آشنا شدیم، ما هم رشد کردیم، به طراحی علاقه من شدم من بعد از این مدت. و سوالت این بود که از دو سال پیش تا الان چه تفاوتی جدید؟ آره شرایط اون موقع رو شرایط الان رو درسته خب فرقی اصلا تو چه حس میکنی؟ آره صد درصد. ببین از لحاظ این که ما آشنا شده باشیم با فضای بورد گیم، تولید کننده ها آشنا شده باشن با تولیدات بورد گیم، خیلی فضا عوض شده. نزدیک دو سال پیش اگه خاطرتون باشه ما توی حوزه مثلا تولیدات بعضی از ادوات بازی، کامپوننت ها خب مشکل داشتیم و در مورد دونه دونه اینا داشتن تحقیق میکردن بچه ها، حتی از بعضی از تولید بازی ها ناامید میشدن، ولی کم کم فضا به این سمت رفت که بیاین تجربه بکنیم. بعضی از میپلای چوبی رو تجربه کردن، ساختن، بعضی از نمیدونم کارت های بازی رو خیلی دقیق‌تر و با سلیقه‌تر شروع کردن به تولید کردن. از لحاظ تولید محتوا و تحقیق در مورد بورد گیم خب خیلی
فضا بازتر شد با چیزایی که یاد گرفتیم از همدیگه. خب شروع کردیم هر کدوم تو هر شاخه‌ای که میتونستیم فعالیت بکنیم تحقیق کردیم، بیشتر در موردش خوندیم، خیلی برامون این فضا جذاب‌تر شد و بازار بورد گیم هم به نظر من خب خیلی بیشتر داره شناسونده میشه، با اینکه همین الان خب خیلی جای کار داره، با اون ایدارش فاصله داره، ولی تصور من اینه که نسبت به 2 سال پیش عموم مردم نسبت به بورد گیم و بازی‌ها یه کمی بیشتر علاقه مند شدن و در موردش شنیدن و فضای کمی بیشتر باز شد. حالا من واسم جالبه آرش تو که بازی تولید کار میکنی این موقعی سر رو فکرم خیلی میتونی واقع کنی قضیهش رو که دقیقا اون موقعی که شروع کردید شرایط چجوری بود، یعنی یکم فنی تر حتی شاید بتونی راجع به صحبت کنی. چیزی که من فکر میکنم این که خیلی تولید کار ساده ای شده، یعنی شما میری یه بازی میخری، میریش به یه چاپ خونه ای، حالا یا به من یا آدم که تو این کارا میدیم اینو اسکنش کن و تولیدش میکنی 1000 تا میفروشی، 2000 تا 5000 تا هر عددی، تبدیل شده به یه کار خیلی ساده و بی‌ارزشی. زیادی ساده شده. اون زمان که من شروع کردم 6-7 سال پیش تو هوپا خب واقعا پیش تولیده سنگین داشت و همونطوری که امین میگه هیچی رو نمیدونستیم، متریال ها رو نمیشناختیم، ولی الان که شناختیم خیلی دیگه زیادی دیگه دم دستی شده و نمیدونم، من تصورم اینه که یکم این دطمه میزنه واقعا به کار کردم، این بازاره رو داره خراب میکنه به نظرم. حالا از یه جهت این که خوبه، خیلی گسترده شده، شلف محفوظا پر بازی های تولید ایرانه، ولی این که برای چی پیش رو دیگه؟ حالا این زیادی ساده شدنش جای بحث خیلی حسابی داره نسبت اون درگرد اون سال اولی نسبت اون 6-7 سال پیش دیگه چه کلن کل شرایط حالا تولید و توضیح دادی بقیه شرایط چجوری چه فرق میبینی چه؟ ببین خب اون 6-7 سال پیش شاید 4-5 سال پیش که رومیز خیلی جدی تر کارش رو شروع کرد، به نظرم آدم ها جدیتر و پیگیرتر بودن. یعنی الان همه یه صفحه اینستاگرام دارن بچه 10 ساله 12 ساله نقد و بررسی، به نظرم خیلی شوخی شده. یعنی الان کسایی که جدی کار میکنن یه کارشون سخت‌تره، برای اینکه آدم های خیلی غیر حرفه‌ای دارن این کار رو انجام میدن. به نظر در کل خیلی ناراضی میای از شرایطی که الان هست، یعنی آره ناراضی از این جهت که واقعا نمیدونم، واقعا من فکر میکنم حقوق طراحا به رضایت میشه تو ایران. ببین بچه زحمت میکشم، من حالا در جریان کار امین هستم، شاید 2-3 ساله داره هی پلی تست میذاره و کار میکنه، یا خیلی از طراحای ایرانی دارن زحمت میکشن، ولی هر کسی یه روز دستش میگیره یه رو چاپ میکنه، هم طراحای ایرانی هم طراحای خارجی. واقعا میگم کارشون بی اهمیت شده انگار. من مثلا خدا امیدوارم که حرفا یکم مثبت‌تری هم تو این بحث بهش برسیم، یعنی همینجوری جمع کنیم و خوب دیگه کرکرای بورگیم رو بکشیم پایین. چند سال خوبی بود دیگه، رسید به اینجایی که خیلی چی بهمه چی و بریم خونم. نه من فکر کنم حالا درسته بخشی از حرفایی که میزنیم باش موافقم، ولی چیزای مثبتی هم در اتفاقات این چند سال بوده، حالا دوست دارم راجعش بیشتر حرف بزنیم. چطور شما بود؟ من به نظرم ما تو حوزه فرهنگ سازی مقدار داریم ضعیف عمل میکنیم، تو تولید خیلی خوب بودیم، تو تولید محتوا خوب بودیم، تو متریال شناسی خوب بودیم تو این چند سال، ولی فرهنگ سازی نکردیم. ما مخاطبایی که مد نظرم ما رو در واقع پیدا نکردیم، ما فقط به عنوانی که فان باشیم دور هم توی کافه نشستیم، حالا میبینیم که تقاضا وجود داره، داریم فقط نسبت به تقاضا داریم عرضه میکنیم محصولمون رو و فلان بازی ایکس یا ایگرگ چقدر خوبه، پس ما بریم حالا چیکار کنیم، حالا به هر نوی یا کپیش کنیم یا یه مقدار ریدیزاینش کردیم و نسبت به تقاضا داریم عرضه میکنیم، ولی مخاطبمون رو از دست دادیم، مخاطب واقعیمون رو از دست دادیم. شما اگه نگاه کنید رو تمام پستامون
شما کدوم پست رو دیدی که بچه مثلا 16-17 ساله نشسته باشه؟ تینیجرامون از دست دادیم کجا؟ همه هم بالا 21-22-23-25 حالا تا 30 پشت بورد گیم ها نشستن، پشت میزان نشستن، یه تایم رو دارن میگذرونن. به جایی که ما بیایم حالا چیکار کنیم؟ بیایم کمک کنیم، فرهنگسازی کنیم، مخاطب اصلی رو پیدا کنیم و اونها رو با این بازار آشنا کنیم. چون دو سه سال این اتفاق خیلی خوب تو دنیا افتاده. من یادم سال 80 که من استارت کار زده بودم، بعد ما وارد دنیای فضای مجازی شدیم، تمام بورد گیم ها رفت کنار، درسته؟ رفت کنار، گوشی های هوشمند اومدن، تمام بازی ها رفت تبدیل شد به اپلیکیشن، خب؟ و دنیا یه زنگ خطری در آورد، دیدن که با همه بچه ها تا حالا تو سن الان 16-17 ساله ها همه یه گوشی دستشونه و به تنهایی نشستن دارن بازی میکنن، توی مهمونی ها، توی تولد ها، تو هر جایی دیگه. دور همی ها و اون اجتماع اولیه که ما در بچگی خودمون خاطره داشتیم میبینیم نیستش. دنیا گفتش که اوضاع خیلی خرابه، دوباره اینا رو برگردونید پای میز و بهترین کیفیت ها رو شما تو این 3 سال اخیر دارید در تمام کمپانی های دنیا میبینید. بورگی بوده ها، ولی میبینید یه اتفاق خیلی عجیب افتاده. خب ایران هم خب به خاطر مسائلی که داشته در اصل خودش یه جور اروپا نگه داشت نسبت به بقیه کشورهای دور تا دور تو خاورمیانه. اگه شما نگاه کنید میبینید ایران داره یک تازی میکنه تو این حوزه. پس پتانسیلش رو داریم، توانایی‌ش هم داریم و میتونیم خودمون نشون بدیم. حالا شاید بعضی نخواستن، نمیذارن، ولی همین جامعه داخلی رو ما بتونیم جمعش کنیم، بازم میتونیم بگیم برنده ایم. چون به اندازه کافی ما میتونیم در واقع نسبت به تیراژ حالا 4-5 هزار نسخه خب اون مخاطب خوب رو داریم، ولی فراموش کردیم. هم اونایی که زنگ خطر رو زدن برای ماها که شروع شد تولیدات، ولی اونها میبینیم پای میز ما نداریم. پس تو معتقدی که مخاطب اصلی که اصلا ما باید میرفتیم سراغشون تینیجرها و سن مثلا زیر 16 سالی بوده و الان ما به اونا توجه لازم نمی‌کنیم. در مورد بقیه شرایط نسبت به موقعی که شروع کردی چطور می‌بینی؟ خیلی خوبه نسبت به شروع بگم من شد تجربه سال 80 استارت کردم، سال 80 شروع شد، الان چند سال شد؟ 19 سال گذشته. دقیقاً از سال 90 اگه اشتباه نکنم 94 یا 95 استارت خیلی خوبی خورد. این زمانی که ما طراحی می‌کردیم یکی از آیتم‌های اصلی بورد گیم‌هایی که الان همون باش آشناسیم مهره‌ای به نام تاس. خب این تا سال شاید بگم 87-88 اجازه نداشتی شما از این استفاده کنیم. این نبود، چیزی به نام کارت نبود، وجود نداشت. این دوتا مقوله خیلی اصلی بود، ولی شما میبینید که الان توی این 7-8 سال اخیر حالا 5 سال اخیر این دو گزینه برگشته و اتفاقات خیلی خوبی هم افتاده نسبت به مکانیزم های بازی. خوبه که شما سخت‌تر بود، الان خیلی خوب شده. خوبه که تو راضی هست در مورد من یه نکته در مورد صحبت شما به نظرم رسید. ببین در مورد فرهنگ صحبت کردی، خب من به این قضیه فکر کردم خیلی تنهایی خودم بیشتر بهم میکنه. ببین به عنوان یک رسانه فرهنگی فکر کنم همون قبول داریم که بورد گیم واقعا یه رسانه فرهنگیه. دقیقاً. حالا نه به اون وسعت بزرگیشون هنوز خیلی هم شناخته نشده، شاید تو دنیا نسبت به رسانه‌ای که مثل حالا سینما نمیدونم کتاب، ولی همیشه ایست تو ذهنمه چرا توی ایران زیاد ما باید زحمت بکشیم برای اینکه برسونیم به مردم که چقدر خوبه بورد گیم، چقدر روحیه رو خوب میکنه، حتی بس گیمیفیکیشنش چقدر مثلا به حالا علاقه دیگه مردم کمک میکنه. چرا؟ به خاطر اینه که به نظرم مثلا اگه در مقابل حالا سینما بذاریمش، مثلا فرض کن زمان ناصرالدین شاه، خب یه متولی بزرگی مثل شاه یک مملکت، خودش حامی یک سینما بود، اون خودش برداشت و برد با علاقه خودش و الان تجربیاتی که می‌بینیم موفقه توی دنیا و خود سبک مثلا حالا سینمای ایران انقدر توی دنیا حالا صدا می‌کنه با این همه مشکلاتی که داره هنوز پاورجاست، به خاطر همین بود که یک متولی خیلی بزرگی که شخص اول مملکت بود پشت قضیه بود و خب این پخش رو توی جامعه که سینما حالا چیه، چه فایده‌هایی داره، چه خوبی‌هایی داره.
به نظر من متولی خیلی خاصی، متولی خیلی تاثیرگذاری هنوز نداره ورکینگ تو ایران. یعنی خب هر کشور برای خودش یه سری اهدافی داره. ما رو نمیخوام خیلی بحث بکنم تو این زمینه و نظر خودتون رو میخوام بپرسم ببینم شما اینجوری فکر میکنید یا نه، ولی مثلا فرض کنید هر کشوری یک سری پارامترهای فرهنگی داره، گزاره‌های فرهنگی داره، دوست داره با رسانه‌هایی که داره اینو پخش بکنه توی کشور خودش، توی حال دنیا. ولی ببینید هیچ متولی، هیچ کسی به فکرش نیست که واقعا هم از این میشه استفاده کرد توی مثلا حالا مجلس شورای اسلامی، توی دولت مثلا ما، نمیدونم نهادهای فرهنگی ما. ما باید اینا رو بشناسونیم بگیم. یعنی هیچ شاخکی از متولیای فرهنگی و مدیران فرهنگی انگار نمیجنبه که اینا دارن چیکار میکنن. این همه ما کافه داریم توی ایران، یعنی به نسبت کافه های دنیا نمیدونم شاید بیشتر هم باشه انگار. خب به خاطر محدودیت تفریحی که ما توی ایران داریم کافه ها خیلی رشد کردن. خب نمیدونم یه متولی فرهنگی براش جذاب نیستش که واقعا ورکینگ چیه، چه استفاده‌ای داره تو ایران میشه، یا ما چه استفاده‌ای میتونیم ازش بکنیم، مردم به سمتش سوق بدیم با اهداف خودمون. حالا اینه که همیشه تو ذهن من بوده که این متولی فرهنگی کجام، یعنی چرا ما باید اینو بشناسونیم، چرا ما باید یه پرزنتی مثلا توی حالا مثلا نهاد فرهنگی بکنیم که آقا اصلا ببین ورکینگ چی هست و شما مثلا میتونید ازش چه استفاده‌ای بکنید، به جای اینکه ایشون بیاد مثلا ما رو حمایت بکنه و به قول معروف خودش تو اون نهاد فرهنگیش یه بخش کوچیکی رو مثلا این تئاتر، این سینما، این کتاب به ورکینگ اختصاص بده و به چشم یک رسانه فرهنگی بهش نگاه بکنه. نمیدونم اینجوری این که شما الان گفتی راهی که شما الان تعریفش کردید یه راه بود. خب من این راه رو در ایران نزدیک یک سال دارم میرم و تمام اون نقاطی که الان شما اشاره کردی من این راه رفتم و درشون رو زدم و جواب گرفتم، در وا کردم و منتظر هستن که این اتفاق بیفته. جالبه متولد من به این خلل رسیده بودم، به این نقطه، و الان فرض بورد گیم ایران شناسی رو که زیر نظر خود سازمان ایران شناسی، سازمان گردشگری، عرضم بزرگ شما که صنایع دستی یه بورد گیم داره ساخته میشه. این بورد گیم در واقع قرار نیست بره توی کافه یا در یک شهر کتاب یا یک لوازم تحریر تو قفسه‌اش بشینه. این بورد گیم سفیر فرهنگی اون سازمانه در نمایشگاه‌ها، در جاهای خاص خودش. بهشون در واقع قبولوندیم که واقعا این شما اینو به چشم بازی نگاه نکن. این کلمه بازی که میاد خیلی از ساختارها رو به هم می‌ریزه. فکر می‌کنم واقعا اسباب بازیه. درسته که اصلا اسباب بازی نیست. بورد گیم یک محصول کاملا فرهنگیه که بهش به دید بازی داره نگاه میشه. ما گیمفیکیشن رو ازش جدا کردیم. الان مثلا بازی آتش نشانی شما یادت فکر کنم توی جشنواره این بازی رو ساخته شد دادیم به سازمان آتش نشانی. خب چقدر هزینه میکرد سازمان آتش نشانی، میرفت تو مدارس بچه رو جمع میکرد بیر لباس آتش نشانی ببینید چه شکلیه، 125 چیه، کار فلان متریال آتش نشانی چیه، هم زمان میبرد هم هزینه خیلی زیادی بود. بورد گیم رو براشون طراحی کردیم که تمام اون آیتم‌ها، تمام اون ساختارا توی یک بازی چیده شده و بچه میدونه الان چی کار بکنن. حالا تو هر سنی، نمیگم بچه‌ها، تو هر سنی میدونه الان مثلا دستکش کارش چیه، اون چکمه کارش چیه، چه متریال ساخته شده، مقاومتش در مقابل گرما در چه درجه وجود داره، تعامل همکاری رو تونست تو بازی یاد بگیره. همینطور ایران شناسی کدوم از بچه ها فلان مقبره یا فلان آثار تاریخی ایران میشناسن، کیا میشناسن، ما ها میخواییم بشناسیم، ما ها کشی میشناسیم، اوکی من میدونم تخت جمشید چیه، من میدونم فلان مقبره کارش چیه، ولی یا بچه های کوچیکتر که میخوان آینده رو بسازن میشناسن تو کدوم بورگن اومده که از فلان آیتم میخوایی شما استفاده، این کارش اینه، در فلان شخص ساخته شده، معماریش مال این سال پیشه یا مال فلان تمدنه. شما دقیقا درست میگید که من دقیقا اون راه رو رفتم و اون در و جواب گرفتم و میخوام. جالبه. خب هیچ کاری به نظرست الان سه تا بورد گیم آماده در حال تولید ما داریم، یکی برای شهر خلاق خوراک شناسی و رفتم با دکتر ایوبی صحبت کردم روز پول یونسکو. خب جالب بود براشون توضیح دادم گفت خب چه خوب، چرا مثلا دقت نکرده بودیم، ما فکر میکردیم این فلان گیم باید اون برای آب باشه، ما باید برداریم ترجمهش بکنیم یا ایرانیزش بکنیم. خب چقدر جالب، میخوایم.
بازی نمیدونم جاده ابریشم میخوایم، بازی نمیدونم دورماهای عراق رو میخوایم، بازی نوروز رو میخوایم، بازی ارزم به حضور شما شهر خلاق خوراکشناسیه که مثلا رشت شده شهر خلاق خوراکشناسیه، این پوانه. خب ما از این پوانه استفاده کنیم، از این توانایی استفاده کنیم، یا همچین سفیر فرهنگی بسازیم. کی میشناسه که فرض 280 تا مدل غذا که ثبت شده است 10 تاشو شما نمیتونید اسم ببرید که متریالش چیه، اصلا چه خواصی داره، در یک برگم همه اینا الان اومده که چه تو ساخت نمیشه فلان محصول، بعد همکاری، بعد فرهنگ غذا خوردن، اصلا رفتار گارسون، رفتار ارزم حضورشون یک آشپز، همه این نکات مهم در یک برگه من داره وارد میشه. این اتفاقات باید به نظر من تکرار بشه. الان برای کرونا بازی داریم میسازیم، برای بهداشت داریم بازی میسازیم، بدونه زیر زمین نظرم سازمان ایران شناسی و بهداشت که بچه ها حداقل یک اون آیتم های اولیه بهداشت رو متوجه بشن. فرض الان در خونه رو میزنی، بازی اینطوریه که در خونه رو میزنی و در روی که سالمندی در با میکنه، مشکلی داره، شهر قرنطینه است و اجازه بیرون اومدن از منزل رو نداره و ماها که نقش پرستار رو داریم توی بازی باید نسبت به اون سالمند و نسبت به تقاضاش در سطح شهر اون لوازم و نیاز اون سالمند و یا اون شخصی که بیماری قلبی داره به هر نوعی رو فراهم کنیم دستشون برسونیم. ببین میدونی شب استفاده های موردی، مثلا یک مدیر که میاد حالا یک بورد گیم رو سفارش میده، حالا کار سفارش یه چیزی دیگه، من قبول دارم داره اتفاق میفته، اتفاقی خوبی هم داره میفته، ولی اون دید از بالایی که من مد نظرم اینه که جامعه بورد گیم اینقدر زحمت نکشه برای که بازار بورد گیم رو گسترده بکنه، یک مدیر رو در جریان بذاره، فکر کنم اون اتفاقا هنوز نیفتون اتفاقای خوب. حالا ببین من حالا اگه بخوام نظرم بگم راجع به این مسئله، اولا که تو همین صحبتی که کردیم به نظر مثلا 7 تا مورد کاملا مجزا و متفاوت از هم مطرح شد که لزوما یه جاهایی با هم پوشانی دارن یا ندارن. راجع به همین موضوع آخری که میگی فقط من نظرم بگم، این که اصلا بازی رومیزی بورد گیم یک محصول فرهنگیه، این خودش به نظرم جای سوال داره. من همون سینمایی که مثال زدی، خب مگه هم سینما یک مدیوم فرهنگیه؟ در این شکی نیست، ولی آیا هر فیلمی که ساخته میشه محصول فرهنگیه؟ نه، به قصدهای خاص متفاوتی آثار مختلفی تولید میشه، اصلا بعضیش اثر هست بعضیش اثر نیست، مصرفیه. میخوام بگم که یه ابزار، این یک ابزاریه که میتونه فرهنگی باشه، میتونه اصلا فرهنگی نباشه، میتونه هیچ هدفی نداشته باشه، فقط خوشگذرانی باشه، میتونه حتی اگر اشتباه ازش استفاده بشه یا هدف بدی پشتش باشه حتی ضد فرهنگ، یعنی مخرب هم باشه، یه ناجور هم باشه، میتونم نباشه. یعنی مثلا این مثلا مثلا این تیکه چوبه است، میتونی بزنی تو سرت، میتونم نذارم تو سرت، میدونی باش خونه بسازم. مسئله اینه که اگه ما بخوایم وقتی راجع به این حرف میزنیم که کسی بیاد متولی ماجرا شه یا مثلا یه محصولی درست شه که یه بار فرهنگی توش داشته باشه، این به نظر من میشه استفاده یک ارگان یا یک شخصی از یک ابزاری که میتونه نقش فرهنگی داشته باشه. ولی ماجرا اینه که ما راجع به جامعه بورد گیم وقتی حرف میزنیم، آیا دغدغه این که این یک خروجی فرهنگی داشته باشه اصلا مال ماست؟ آیا اصلا اینو باید داشته باشیم؟ هر روز اومد توی هر رسان فرهنگی هم همینو باید. آفرین، من هم همینو میگم، یعنی قضیه اینه که آفرین، من میگم که چرا توی این 4-5 سال اخیر یه جهشی وجود داشته که تو 4-5 سال قبل ترش وجود نداشته؟ یکی از دلایلش چیزی که من حس میکنم اینه که آدم ها به خاطر دغدغه‌های شخصیشون، به خاطر اهداف و علایق شخصیشون یه سری کارا کردن و هیچ کسی هم حرف نزدن که چرا این کارو میکنن، هیچ کسی هم بهشون مثلا حمایتی نکرد یا خط نداد بهشون یا موقعیتی در اختیارشون قرار نداد، ولی علاقه داشتن، کرم یه موضوعی رو داشتن، رفتن سراغش، اون کار رو انجام دادن و این باعث شد که یه اتفاق بیفته، به یه خروجی برسه. اون خروجی، آره حرف شما درسته که مثلا شاید نوجوان‌ها رو خیلی هدف قرار نداده خیلی از اتفاقی که افتاده، ولی موضوع اینه که آیا مثلا من نوعی اصلا دغدغه‌ام این هست که نوجوان‌های ما از پای مثلا پلی استیشن بیان کنار یا مثلا تو خانواده هاشون با پدر مادرشون مثلا رابطه‌شون خوب شه؟ آیا من اصلا وظیفه‌ام این هست؟ آیا من اصلا تخصص این کار رو دارم؟ من فکر می‌کنم آدم‌ها چون به صورت
غریزی انگار این کار رو کردم، خیلی برنامه ریزی شده نبوده. اینکه این حفره الان احساس میشه بخشش به خاطر اینه که من اینو میفهمم از با این تیکه از حرفت موافقم، اگه منظورت اینه، اگه این نیست که اصلا پس بازی یه چیز دیگه این موافقم که اگه کسی باشه که بتونه نگاه کنه ببینه تو قسمت‌های مختلف داره چه اتفاقی میفته، بعد مثلا فرض کن تو بخش آموزشیش خیلی کار زیادی نمیفته، اتفاق زیادی نمیفته، مثلا واسه بچه‌ها خیلی، مثلا واسه بزرگسالا داره فعالیت میشه، مثلا تولید محتوا واسه بزرگسال داره میشه، مثلا بازی داره واسه بزرگسال تولید میشه، ولی مثلا بازی واسه نوجوان تولید میشه ولی محتوا واسش تولید نمیشه. یه کسی باشه که بیاد بگه خب اینجا کمه، یه نفر بره اونجا رو، اون جای خالی رو پر کنه. وگرنه کسایی که تو هر کدوم این حوزه‌ها دارن کار میکنن به نظر من اگه به سلیقه شخصیشون و اگه به میل شخصیشون نبود همین شرایطی که الان داریم رو هم نمیداشتن. من فکر کنم دلیل این که الان مثلا بین 20 تا 30 و بالاتر مخاطب اصلی کسایی هم که کار محتوا انجام میدن اینه که خودشون 20 تا 30 و بالاترن و دغدغه‌شون خودشونن. دغدغه‌شون لزوماً این نیست که بچه هاشون چی میشه، دغدغه‌شون سختی هایی که خودشون تو زندگیشون داشتن یا کرختی هایی که خودشون داشتن و اون بازیه تونسته شخصا تو زندگی خودش اون مسئله رو پر کنه، حالا اینو به مشابه های خودش داره منتقل میکنه. من کار تولید محتوا کردم ولی نه بلدم نه ادعا میکنم که بتونم با از یه سنی پایین تر کار بکنم، تخصص میخواد. ماجرا اینه که کجای کار خواهد لنگید اگه یه کسی که تولید محتوا میکنه واسه یه قشر خاصی این کار رو نکنه. میدونی الان اگه مثال یک کسی که مقاله مینویسه واسه نوجوان ننویسه چی از دست میدیم؟ اون چیزی که از دست میدیم نسبت به کل چه نقشی داره؟ اونقدر به نظر من چون کل ما یه چیزیه که موضوع نیست اونقدر نقشی نداره. اگه همه چی همزمان با یه سرعت و با یه شتابی پیشرفت میکرد آره، اگه یه برش میلنگید این تو کل خودش نشون میداد. ولی من فکر میکنم که الان چهار طرف این میز رو انگار یه سری آدم که علاقه دارن بگیرن گرفتن، خاطر همین حالا یه طرف پنجمی رو هیچکی نگرفته این خیلی به چشم نمیاد، هم میپوشونن آدم ها اون قسمت رو. من یه بیشتر بکنم چون خیلی میخوام بحث بکنم در مورد چیزای دیگه، این بحثم واقعا بحث جذاب، هر چه بحث صحبت بکنم در موردش انگار کمه. ولی من یه چیز کوچیک فقط بگم اینا ببند فکر کنم. من فقط اینو دوست دارم که مثلا در دقیقه یه تولید کننده ورد گیم نباید این باشه که به تولید کننده کتاب مثلا حالا یه پوانایی میدن بعد در مورد کاغذش، ولی ورد گیم رو اصلا حساب نمی کنم. منظورم از اون حمایت ها این حد دقل هاست، یه فضای تنفسه. میدونی از اینکه حالا شما در مورد یه ورد گیم حالا داری صحبت میکنی که حالا یک آدم میشه در موردش صحبت کرد که آیا مسئول فرهنگی یا نه، اینجا صحبت داره درسته، ولی این فضا رو حداقل برای ما فراهم بکنن که ما با همین حداقل بتونیم بقا داشته باشیم. میفهمم حرفت رو، حرف درسته، ولی نمیدونم من یه جوری عادت کردم که همچین چیزی نداشته باشم. منم حالا با تو موافق دارم، من فکر کنم که بهتر که نیست کسی اینجا، شاید یه جوره. نه اصلا ما نیاز نداریم که کسی برای ما سیاست بذاره، ما فقط منتظریم که تو اون فضایی که داریم فعالیت میکنیم جلوی ما رو نگیرن، چوب به شرق نذارن، یعنی میدونم یه جایی مثلا تمرکز نباشه و چه میدونم عادلانه پخش نشه همه. ما باید خودمون اینجوری معرفی کنیم که ما هم ارزشمندیم، ما هم مسئول ارزشمندی داریم تولید میکنیم که حالا یا فرهنگی یا غیر فرهنگی به درد مردم میخوره. خب پس بذارید ما سهمی داشته باشیم. من دوست دارم بیشتر راجع به این حالا حتما حرف بزنیم که تو الان میگی از نگاه خودت که ما خیلی به درد میخوریم فرهنگیم، ولی شاید لازم باشه یکم راجع به این حرف بزنیم و لزوما همه موافق نیستن با این قضیه و نمیدونن اصلا این ماجرا، یکم جا داره راجعش حرف بزنیم. خب حالا اوکی که آقا بالا سر نداریم، شما تولید کننده چه گلی به سر ما زدی؟ آقا بالا سر نداشتیم.
اینو بگو به من حالا جدی تو این 5 سال چیکارا کردین و چه فرقی داره یه طراح یا یه کسی که علاقمند به تولید یه بازیه اگه 5 سال پیش میومد پیش تو در مقابل اینکه الان بیاد پیش تو چه تفاوتی داره؟ شاید فرق کرده واقعا. علتش این که یه مقداری اقتصادش جون گرفته بورد گیم و ما میتونیم حالا یه مقداری سرمایه گذاری کنیم. میدونیم که یه بورد گیم خارجی وقتی که تو ایران در حالا ریدیزاین میشه حداقل میدونیم تجربهش تو دنیا چطوری بوده، فروخته، خوب بوده، بد بوده، هرچی. ولی این ایده رو خیلی نسبت بازی که خبر نداریم ازش تازگیه داریم به دست میاریم. الان یه ایده هایی داریم، میدونیم که میتونیم رو بازی ایرانی کار کنیم. البته باز بیشتر تو این حوزه ناشرای بازی باید در واقع دخالت کنن. ما با من تولید کننده یک حلقه دیگه ای از این کار هستیم. اصلا یه توضیحی میدی که منظورت از ناشر در مقابل تولید کننده چیه؟ چون من فکر کنم که خیلی درصد کمی از آدم ها اصلا این تفاوت رو قائل باشن و آگاه باشن به این تفاوتی که هست. احتمالا خیلی هم ممکنه اومده باشن رجوع تولیده بازی که ایده دارن یا هم چیزی اصلا با تو صحبت کرده باشن. خب من همشون میگم باید بریم با ناشر صحبت کنیم. ببین ما حلقه آخرش هستیم واقعا. ما فایل رو میگیریم، چاپ میکنیم و در واقع آمادش میکنیم برای فروش. حالا یک کاری کوچیکی هم شروع کردیم که خودمون به عنوان ناشر هم بازی داشته باشیم، ولی تا به الان واقعا ما تولید کننده بودیم. تولید کننده یعنی که چاپخونه بود. ولی از الان جدیدن داریم یک کاری میکنیم. این اولا طرف حساب تو تولید کننده طرف بازی نیست، ناشر به ما سفارش میده و ما بازی رو تولید میکنم. خب تو مثلا میزان تعداد ناشرهایی که بهت سفارش میدن یا میزان سفارش که بهت میدن اینو متوجه میشی که رشد زیادی داشته و یه اقتصادی داره که آدم به سرمایه در حقیقت دارن میذارن. و اینکه به نظرت اصلا اهمیتی داره که بازی طراحی ایرانی باشه توش؟ یعنی اگه از الان تا 3 سال دیگه همه بازی‌های طراحی طراح‌های داخلی رو حذف کنیم از معادله، توی تولید کننده واسه فرق می‌کنه؟ چیزی که اینجا تو ماشین چاپ نه. نه، توی تولید کننده. اون چیزی که میدونم تو ماشین چاپ هم میدونم. توی تولید کننده واسه فرق داره؟ صادقانه بخوام بگم نه، احتمالاً فرق زیادی نداره برای من. من یادم یه فرقه اینجا شدن اینچه نه اتفاقا من یه جوری که جواب قضیه هم میدونستم پرسیدم. میخوام همینو بگم که من خودم سعی میکنم، دوست دارم، علاقه دارم تو بازی طراحی یه کارهایی بکنم و یه کارهایی دارم سعی میکنم بکنم، ولی ماجرا اینه که یه انتظاری ته دلم هست که همه حلوه میکنن که وای یه بازی طراحی کردی. ولی موضوع اینه که حقیقتش اینه که اگر هیچ طراحی وجود نداشت توی تولید کننده واسه فرق نمی‌کنه. به نظر من ناشر رو فرق می‌کنه. تصور می‌کنم که ناشر هم الان خیلی فرق نمی‌کنه. هنوز فرق نمی‌کنه. شاید چند تا ناشر الان توی ایران براشون یه مقداری فرق کنه، ولی نه خیلی زیاد فرق نمی‌کنه براشون. به نظر شما چی؟ برای ناشرها فرق می‌کنه؟ به نظر من باید فرق کنه منظورت فرق میکنه برای ناشرها فرق میکنه که مثلا بازی طراحی شده تولید کنه یعنی نه منتشر کنه یا نه این کار نکنه. یعنی شما که تو حوزه طراحی کار میکنی بازی کپی منظورت حالا منظورم اینه که اگه بازی طراحی وجود نداشته باشه، اگه شما کار نکنی، اگه شما کار نکنی، هیچ طراحی بازی طراحی نکنه، برای ناشرها تفاوتی ایجاد میشه؟ فکر نکنم چون متقاضیش هست در صورت. این همون کپی ها کارشون رام بده. قطعا الانم یه همین اتفاق تا این چند سال افتاد دیگه. مدت هم داریم میبینیم جشنواره پنجم شما بکن 90% 95% بازی کپی بوده. این شما بازی دوم، بازی سوم، خب
با تغییرات 25 شاید 10 درصدی دوم و سوم جشنواره میشن، یعنی 85 درصد این بازی رو کپی بودن. بله درسته؟ بله. خب مخاطبش بوده، متقاضیش بوده، عرضه شده نسبت به قیمت دلار هم حساب بخواد بکنی، خب ایران قیمت پایین تر تولید به صرفه بوده چون میتونسته به دست در واقع متقاضیش برسه. اون متقاضی قبلا بود فلان گیم رو وارد میشد با فلان دلار حساب بکنی بود نه یه میلیون پول اون بازی میداده، ولی هر اون بازی ایرانی شو داری مثلا با 150-200 تومن داری خرید میکنی. ولی حالا تو این مقوله که حالا طراحا داستانشون چی میشه و طراح همیشه پشت در واقع صف این سناریو و این پروسه قرار میگیرن، چقدر میتونن قرار بگیرن، تا چند سال، تا چه مدت ناچار میشن هی شروع کنن به بازاریابی خارجی، میتونه های دستی بدازن سمت یه شرکت که ما اینجایی نوری ازشون در آد اونها اینا رو ببینن، خب یه عده میرن کنار اصلا بیخیال میشن و از این حوزه خارج میشن. یا اصلا خود میبینی الان فکر کنم ما مگه خودم دارم میگم اونو یه تعلق در دیوار داره میزنه، این شرکت رو ببین، اون شرکت رو ببین، فلان گیم رو پرزنت بکنیم. من مثلا بازی مثلا فرض میسازم به اسم فنچ، اوکی میگم چه شما میگم بازی فنچ میخوام چیکارش کنم؟ قشنگ یا یه دست بازی کن؟ آره خوبه. خب تولید میکنیم؟ نه من خواهم بازم منچ بزن، چون یه پدر مادر با دست بچهش میگه میره فروشگاه قفسه رو نگاه میکنه اون بالا منچه برایش هم فنچه. خب ناخودآگاه کدوم برمیداری؟ منچ رو برمیداری چون برندینگ شده، چون اسمش در واقع یه هوای قدیمی داره تو ذهن، تبلیغ یا فرهنگسازی واسه بازی فنچ نشده که. خب شما میای کنار میگی نه من این بازی رو تولید نمیکنم، من سرمایه نمیخوام واسه این جریان، مگر اینکه واقعا شما اون آیتم های پروسه های تبلیغات و فرهنگسازی بورد گیم تو حالا به صورت نویرگی یا به صورت کلی به دست آورده باشی که ترس نداشته باشی که من میتونم گیم رو از فلان طراح ایرانی بگیرم و شروع کنم به تولید. بلاش من فکر میکنم که خب اینجا باید توی این بحث پخش کننده ها هم باشه. این داستانه که دیگه پخش کننده خیلی خوب کمک میکنه. ما نه هنوز که هنوز اصلا صنعت اسباب بازی در ایران اتحادیه نداره. سنف نداره. خرازی و اسباب بازی شما فکر رفته تو سیر نظر خرازی دومه فروش ها و نخ فروش ها. خب این اصلا نظرم زشته میجوره. کلمه دیگه این رو میتونه استفاده کنم که این محصولاتی که اینقدر واقعا داره زحمت کشیده میشه، اینقدر پشتش در واقع واقعا علم خوابیده، بعد این تو قفسه دوم فروش و سیب فروش بخواد شما بگردیش، مجوز رو از ما بخواد بگیرید، از پلاسکو فروش ها بخواد بگیرید، این راندمان و حیثیت رو که بنظرم واقعا میگم حیثیت این کار رو گرفت. همه اینا در مجموع میبینید اتفاقاتی که داره میفته و واقعا این شما یا تانده تقریبا همه با هم داریم از اون مرداب از اون باطلاق داریم خودمون میکشیم بیرون، نشون بدیم خوب هم نشون دادیم ما، ولی بهتر از این هم میتونستیم باشیم و خواهیم بود به نظر تو. ولی نظرت این بود که مهم هست واسه ناشرا؟ ببین برای عموم ناشرا خب مهم نیست، ولی من دارم یه تغییر رویه دارم میبینم، چون ناشرها دنبال این هستن که برندینگ رو ایجاد بکنن توی خودشون و بازی کپی دارن متوجه میشن که برند نمیاره براشون و حتی اگه مثلا یک بازی به نظرشون خوب نفروشه دارن به این فکر میکنن که ما حداقل برای برند خودمون هم از کپی شیفت بکنیم بیاییم روی بازی اورجینال. یعنی اگه بابا شما در نظر بگیری، خب اگه ما کارمون شبیه مثلا تولید نرم افزار بود و حوزه نرم افزار، اگه شما این سوال رو از ما میپرسید میگفتم نه، خب همه اینه که دارن نرم افزار کپی میکنن اصلا برشون مهم نیست که نرم افزار مثلا حالا اورجینال ایرانی هم مثلا بزنیم یا بریم کپی کنیم از نرم افزارهای مثلا خارجی. خب دقیقا همینجاست که یه جورایی اون گزاره فرهنگی ورکه مهم میشه، اون برندی مهم میشه. توی حوزه نرم افزار هیچ برندی تقریبا نمیاد که ما مثلا یک برنامه معروف مثلا خارجی رو بیام نرم افزارش رو ایرانیش بکنم، ولی نه توی مثلا چون حرف داره برای گفتن توی بازی ها مثلا به خودتون میدونی کلی داستان هست، کلی سفر هست که توی اصلا داستان غرق بشی، کلی حال بکنی با بازی، اینا یه سری گزاره‌ایه که تو محصولات دیگه نیست.
بنابراین دارم میبینم که این خواستن رو توی کپی کارا حتی که کم کم دارن به این فکر میفتن که با طراحا مثلا بیایم صحبت بکنیم، بازی طراحی ایرانی تولید بکنیم و به برند شخصیمون، برند سازمانیمون مثلا این شخصیتی بدیم. همچنین در مورد کتاب ها هنوز بیشتر کتاب هایی که تو ایران چاپ میشن کتابی ترجمه هم. من در ادبیات داستانی دارم صحبت میکنم، این در برای کتابی تخصصی صحبت نمیکنم، در برای ادبیات داستانی هنوز بیشتر کتاب ها ترجمه هم. این قضیه همه جا هست. مگه مثلا لوازم منزل چی میگم فرنیچری که مثلا تو ایران تولید میشه طراحی داخلی تولید میکنه؟ مگه به قول متوجه منظورت نشده؟ نه، من دارم میگم که میگی وقتی اقبالی از طرف ناشر وجود داره، من دارم میگم در نشر کتاب همچین اقبالی وجود نداره، یعنی بیشتر ناشرها ترجیحشون که کتاب رو ترجمه کنن به جای اینکه به نویسنده های ایرانی مثلا رنگ یه فرق این وسط هست. خودم هر درست تایید کردم تو، ولی همین الان میذارم زیرش. ترجمه خودش یک عمل کاملا فرهنگیه، ولی لزوما آیا ما در مورد همه بازیایی که کپی میشه همم نراجب نصف بازیایی که کپی میشه ما میتونیم بگیم یه افزوده ای که بشه مقایسش کرد با ترجمه توش وجود داره؟ ما بازی داریم که اون تفاوته، اون لوکالایز شدن، ایرانیزه شدن، اسمش هر چیزی که هست، حالا معادل ترجمه تو کتاب در نظر بگیرید، اون انقدی اتفاق توش افتاده که میگه حالا یه چیزی اضافه شده، یه تم عوض شده، تصویر سازی عوض شده، قصه عوض شده، متاسفانه تو بعضی کیسا قوانین عوض شده و اینها تخرب شده، ولی باز یه تغییری کرده. یه کتاب را ازتون نمیتونی بخونی یک ترجمه باشه، ولی بازی تو میتونی همین دیگه ترجمه بازی کنی. بعدی ماجرا هم نه، منظور من از ناشرا بود، سلیقه ناشرا که ترجیح میدن یک در واقع محصولی که میدونن میفروشه برن سراغش. حرف من اینجاست، در مورد کتاب ترجمه هم همینطوره. خب میدونم مثلا فلان نویسنده کتابش بستلر شد، خب اونو ترجمه میکنن و به یه رمان ایرانی اونقدر اهمیت میدن. قدرت انتشار دهندش هم خیلی کمک میکنه، مثلا انتشارات امیرکبیر. خب در واقع کتابی گردش میدونی اینقدر مخاطب منتظر هست رو نه امیرکبیر چی داره میزنه. امیرکبیر امروز البته نیست. آره اوکی، مثال دارم مثلا کتابایی که ما میشناسیم که زبیر منصوری مثلا مترجمشون بوده، خودش برند شد اصلا برای خود انتشاراتیه. به عنوان یک مترجم با کتابی که آقای منصوری کی ترجمه میکنه، چی ترجمه میکنه، من هم سراغش میدونست اگه 10,000 نسخه بزنه اصلا راحت در جاتا فروش میره، ولی در انتشارات دیگه خب ضعیف‌تر عمل شده و قطعا اون برندسازی صورت نمیگیره. حالا چه طریق مترجمش چه طریق اسم کد کتاب اینا هم میتونه تو این معقول هم باشه. ولی که یکم از مشکلاتی که ما ایرانی‌ها مثلا تو حوزه مثلا کلا مارکتینگ داریم عدم اعتماد و اعتباد به هم. ما هیچ وقت به هم دیگه هیچ وقت کمک نکردیم، هیچ وقت نخواستیم کمک کنیم آقا یه هم نوع خودمون بره بالا اگه چیزی داره. در واقع فقط یک مارکتینگ خطی نگاه کردیم، هر سازمانی، هر مؤسسه‌ای، هر ناشری و هر تولید کننده به خطی خودشو دیده، نخواسته کسی از کنارش سبقت بگیره، زود نمیده کسی بیاد کنارش در جو مثلا جنگ های گلادیاتور با پرهای چرخش میزنه رو لتو پار میکنه. این مشکل ما هم هست. اون شما حساب کن تو فرض تو دنیای بازی ما الان بورد گیم هایی داریم که در دنیا مسابقات خیلی بزرگی برگزار میشه، درسته؟ حالا من یه سوال از شما برسم شاد دارم، مثلا نه که اسم این گیم که تحلیل کردم میخوام برم ایران، اصلا تا به امروز من رفتم یه سازمانی صحبتی داشتم میکردم سر جریان یه تکسی میخواستم یه جمعه میخواستم و گفتم به رئیس حتی مدیر بازدیدهای فکری ایران بود یه چیزی، گفتم که یه بورد گیم میخوام، یه بازی فکری میخوام مال ایران باشه، میشه رو میز برم بذاریم؟ چی مسابقاتی برگزار میکنم شما مثلا به عنوان مدیر انجمن بازی فکری ایران؟ گفتش یونیورسیتی داریم، اوتلو داریم، این فلان چی داریم. گفتم خب نه ایرانی. تو ایران گیم نداره که. گفتم خب هیچی نداره. گفتم خب اگه یه چیزی وسط باشه جمله رو بمیدید. گفت چی از من فرض اون موقع اسمش دلتا بود انا اورچین شده باشه بمیز تست شده فلان شد. گفتش که نه. گفتم چرا نه؟ شما میگید که ندارم. از قبل این از زمانی که تخت نرد در ایران اختراع میشه تا به امروز و اصلا کل منطقه خاورمیانه ما بازی مثلا انتزاعی نداشتیم
که این دو مقوله تاس و کار تو نداشته باشه. بابا چرا این جمله رو نمیدی به؟ گفت من بهش گفتم اگه داری کل این محتوای مادی و معنوی اصلا مال شما. امضا میکنه مال شما. نه حاضر بود اجازه بده چاپشو بده نه چیزی رو شروع کنه. خب این خب بعد دیگه درسته که اگه این میومد جلو خب حالا ما داریم خودمون سعی میکنیم. نه ناشر کمک میکنه. نه تولید کننده کمک میکنه. نمیگم کمک نمیکنه داره این کارو میکنه. اصلا خود من به عنوان تعلق دارم خودم تنهایی میرم جلو. راه رو باز کنم، چراغ روشن کنم، مسابقات بین‌المللی رو برگزار کنم. در قبل این مثل بازی ریورسی که هر سال 50 سال مسابقاتش در جام دنیا داره برگزار میشه. درسته؟ خب کلی شرکت‌های دیگه در کنارش میتونن باشن. هر کسی میتونه محصول خودش رو در اون دوره مسابقات معرفی کنه. این کمک میکنه. ولی کسی در میبینید این اتفاقات در اینجا نمیفته. کسی تا حالا شما شنیده بودید اولین بار اصلا همین که شما ایرانو؟ نه. اصلا شما همین که خودت را به این فکر میکنی که این بازیه بره مثلا مسابقه برگزار شه یا اتفاقات مارکتینگ حولش بیفته یا اینا، این اتفاق بدیه به خاطر اینکه شما طراحی باید انقدر آزاد باشه ذهنت که بری کار طراحی تو انجام بدی، نه باید اون ناشرت باید این کار رو بکنه، هم تولید کنندت باید این کار رو بکنه، توزیع کنندت باید این کار رو بکنه. شما میبینی که فلان محصول مالون اسم باید ببرم یا نبرم، خب کاملا 100% کپی و اینقدر دیگه عکاس و فیلم بردار و روزنامه و اینا دوره برای یک بازی کپیه، حالا فقط اسم عوض شده ایرانی شده بده حوله باشون داره میشه که اصلا قابلیت ایونت هم نداره اصلا بردش. خب حالا یه سوالی من فکر میکنم یه چیزی خیلی میتونه کمک کنه، اونم اینه که یه بار یه اتفاقی بیفته. من فکر کنم یه جهشی لازم پشن یه جهشی انگار لازم داره. اگه یه بازی یه طراح ایرانی یه جای دنیا صدا کنه فکر کنم یهو برام برگرده، چون اون اعتماده که میگی ندارن. این که همون حرف که خودم زدی که تازه خورد خورد داریم سمت این که آها یه شخص ایرانی وقتی بازی تولید میکنه میشه بهش فکر کرد، شاید حالا چیز جالب باشه، شاید بفروش باشه، شاید همه این ویژگی هایی که حالا محصول خوب باید داشته باشه. ولی فکر کنم یه دونه از این اگه از این ایران بره بیرون یه دونه شده از ایران بهتره کنه، میدونی؟ حالا امسال تو هستن تک کنم بهتره ایشالله، من که خیلی دلم روشن. ماجرا اینه که اتفاقا توجهی که خارجی ها به کارهای داخلی ما انجام میدن، به طراحی های ما انجام میدن، ما خودمون نمی کنیم. خب؟ ولی اون حالا یه درصدی از اون توجه به خاطر اگزوتیک بودن فضای ماست، چون انقدر فاصله داریم با اونا، اونا هم انقدر از همه نظر اشباه شدن که یه جدیدی میبینن خیلی براشون جالب. ولی اگه یه بازی در بیاد از یک طراح ایرانی که فروش بالایی داشته باشه در دنیا و صدا کنه، یه چهار جایزه ببره، یه اتفاق این شکلی بیفته، من فکر کنم یهو از اون لحظه به بعد ناشرها یهو برمیگردن سر این وضعیه که خب حالا ایرانی ها میدونی؟ یعنی ما اون یه دونه منصوری رو نداشتیم، میدونی؟ به اولین نفر این شکلی که اون شخص برند بشه احتیاج داریم و متاسفانه فضا یه جوریه که من فکر نکنم داخل این اتفاق بیفته. خیلی تازه واردیم خب واقعا ایرانی ها، یه بخشش هم به خاطر این هست که به نظر من ما طراحایی که در ایران در حوزه طراحی دارن کار میکنن همه چیزیم، همه تازه کاریم، تازه داریم یاد میگیریم، تازه داریم تجربه میکنیم، داریم میدونیش میگم لزومن نمیتونم این انگل خودم کار طراحی میکنم و انتظار دارم گفتم حلوا حلوا کنم همه طراحا رو که چقدر تو فعالیت میکنی چقدر خوب و این حرفا، ولی اینو تا ذهنم همیشه دارم که حالا همچین بازی های خیلی خفنی هم ما داریم طراحی نمیکنیم که رو هوا نمیزنن، نمیتونی میگنم ندیدن هم ندیدن هم ندیدن. کم اتفاق باید بیفته و میفته دیگه، یعنی واقعا چیز عجیب غریبی نیست. حالا شما در نظر بگیم مثلا توی حوزه مثلا بازی دیجیتال خود یه اکیپ مثلا شما باید طراح داشته باشی، موتور مثلا ران بازی داشته باشی، هزینه عجیب غریب مثلا باید داشته باشی، تیم تصویرسازی خیلی قوی باید داشته باشی، ولی توی حوزه تولید بورد گیم همچه خبری نیست. یعنی یه نفر طراح اگه دانشش رو داشته باشه، علاوه پشتکار داشته باشه و ناشر خوبی هم پیدا بکنه،
خب شما در نظر بگیر حجم کاری که قرار مثلا تو حوزه دیجیتال بیفته، حوزه دیجیتال با این خیلی راحت میشه بسید و نشدنی نیست. کمی که هنوز همین الان مثلا بازی خیلی خوب داریم، یعنی در حد تاپ لول دنیا نه، ولی بچه‌ای که تو این حوزه فعالیت می‌کنن و من خیلیشون می‌شناسم، از جمله خود امیر، من بازیشو دیدم، دوستان دیگه خود شهاب، ببینید بازی هست، فقط فضایی که برای تولید بازی یا اونجایی که ناشر شک می‌کنه این بعد تولید بشه نشه، من کپی رو تولید بکنم بیشتر سود می‌کنم، ضربایی که داره می‌زنه از اونجا داره می‌خوره، وگرنه بازیایی هستش که الان می‌تونه عرضه بشه و اون وارم سر صدا اتفاق بکنه و اونوار استقبال ازش بشه. میگم من اینجوری دارم میبینم که کم کم داره اتفاق میفته، یعنی ناشرها دارن اعتماد میکنن، حالا شاید این اتفاق زود نباشه ولی کم کم به نظر این اتفاق میفته. ببین حالا اصلا اون ناشرهایی که تو میگی قراره تو عرصه بین‌المللی این بازی رو ببرن و به تلفن باشه، اصلا امکان حضورشون اگه وجود داره؟ ببین ما حالا تو فضای تحریمی که هستیم، ببینیم بس مفصل داره، ولی تو فضایی که ما داریم فعالیت میکنیم میشه مثلا اگر واقعا یک تیم حرفه‌ای مثلا ثبت شرکتی خارج از ایران داشته باشه و اونجا مثلا بازیش رو تولید بکنه، حالا به اسم کشور دیگه ولی بازی ایرانی باشه، نمیدونم، به اینا مثلا بعضی از ناشرها روی آوردن و خیلی هدفشون همین هست، ناشرها که همین الان ما میشناسیمشون همچین هدفی هم دارن که ما مثلا یه ثبت شرکت مثلا خارج از کشور داشته باشیم که توی مبادلاتمون تسهیل بشه یا عملی باشه، شدنی باشه، یا اصلا فضا داره به این سمت میره که ما اصلا پخش‌کننده خارجی رو هم بشناسیم، کیا تو حوزه مثلا آسیا، نمیدونم تو حوزه اروپا، تو حوزه آمریکا، آمریکا جنوبی پخش‌کننده عمده هستن، بازی اونا مثلا با اونا مثلا در اشتراک بذاریم، آشنا بکنیم خودمونو با اونا. این خیلی اتفاق نوعیه ها، من میگم این اتفاقاییه که احتمال زیاد خواهد افتاد، چون درآمد دلاری خودت میدونید که درآمدی که به صورت ارز باشه برای هر کسی جذابه، روشش رو اگه پیدا بکنه همونطور که تو صنعت‌های دیگه پیدا کردن، صنعت مثلا حالا پوشاک خوراک فلان، این هم اتفاق کم کم میفته چون محصول قابل ارزی داره. حالا من باز یکم مثل اون بخش اول صحبت تو که یکم خیلی رفت تو فضای افسردگی، الان دوره یکم چیز شد، داره درصد قرمون یکم زیاد شد، بذار یکم ببینیم میتونیم روشنش کنیم. تو از دو سال پیش که تو حوزه طراحی بازی کار میکنی، خب تو این مدت من حالا مدت هاست از هم اوائل طراحی میشناسم به تو، کارتو دنبال میکنم و با هم در ارتباط هستیم، میخوام اینو بگم که حالا یه شخصی فرض کنم که علاقه داره به این که بازی طراحی کنه، لزوماً یک طرح خاصی هم تو ذهنش نیست ولی علاقه منده به این که این کارو بکنه، از اون فرقایی که از یه چیزی داری بگی که الان ممکنه اون دو سال پیش ممکن نبود، این آدم چی کار میتونه بکنه، چه سر نخی تو میتونی به این آدم بدی و همه به نظرم اگه چیزی هست که تو ذهنتون که بتونه مثلا کمک کنه و چند از تجربه یه چیزی بگیم که سوال خوبی کردی، من اتفاقا به این فکر کردم، ببین با تجربیتی که خودت داشتی توی کافه بورد و میز و قیچی که راه انداختی و حالا تجربیتی که حالا با کوچیک داریم توی بورد گیمز انجام میدیم و در مورد طراحی پلی تست حالا فعالیت میکنی، بازیامون با هم دیگه در اشتراک میذاریم و اشکالاتش رفع میشه، خب اینا همه گزارهایی که کم کم تو ذهن ما شکل میگیره که یه نفر از صفر میخواد شروع کنه توی طراحی اصلا عملی شدنی یا نه. حالا اگه کوتاه بخوام چند تا پارامتر بگم، اول طراح باید از خودش شروع کنه که ببینه این طراحی بازی عشقش هست، این براش ساخته شده یا نه، واقعا یعنی یه کار پرزحمته و اگه برام ساخته نشده باشه، ممکن گیمر باشه، ممکن مثلا توزیع مثلا دیگه بورد گیم فعالیت کنه، ولی اگر برای طراحی ساخته نشده واقعا عذاب می‌بینه و وسط کار می‌بره، چون خود من تجربه کردم بازی من بارها پلی تست شد و خودت می‌دونی که تو بازی‌ها توی بحث پلی تست این هستش که اگه بازی مشکل داشت و به این رسیدی که بازی تو باید بریزی دور، باید بریزی دور، دوباره از اول شروع کنی، دوباره پلی تست بکنی، بارها بار این اتفاق می‌افته، اینی که اول باید از خودش شروع بکنه ببینی که واقعا این کار است، بعد واقعا انتقادپذیر باشه
تمام اون پارامترهایی که حالا تو کتابای مثلا بازی مثلا نوشتن به بازی اینا رعایت بکنه، یک چند تا پارامتری هست، ولی به نظرم کار سختیه با این شرایطی که ما داریم طراح شدن تو ایران به این شرایط کار سختیه. دور تا افسر داشتن که اگه فعلی من دور میخوام یکم خوشباز بمونه. شما هم اگه چیزی داری، سرنخی داری، نکته‌ای داری که فرض کنی کسی که علاقه منده سریع اگه بتونی بگی بخواد وارد مرحله طراحی بشه. واقعا میگه اول باید عاشق این داستان باشه و غیر از این اصلا به نظر من اصلا بذاره کنار، فقط بتونم توی جمعه بگیم، چون واقعا استمرار میخواد، پشتوار میخواد و یه اعتماد درونی میخواد خارج از تمام پروسه های اصلا مارکت و انتشارات و اصلا رو بذاره کنار، اصلا دل خودش اول باید اون کار انجام بده، اون کار انجام بده و دیدگاه اجتماعیش هم خیلی خوب باشه، یعنی یه نگاه اجتماعی داشته باشه. حالا من یکم خوشباز باشم. آره من فکر کنم که در واقع طرح قدیمی‌تر ایرانی ها به بچه ها که اینجا نشستن راهش اینه که این بچه های یه سری ورکشاپ بذارن برای تازه کارا، میدونی یعنی تازه کارا خوب چی چطوری یه بازی طراحی میشه، میدونی اونا رو باید شما واقعا راهنمایی کنی. باید من امره نیست نه خیلی ما باید چیز داریم واسه آموزش دادن تو فکر میکنیم غیر از تجربه، یعنی من فکر میکنم حرف آکادمیکی به اون صورت نداریم بزنیم، نه حتی میتونیم تجربه هامون رو به اشتراش بزنیم نداره مگه داره تحقیق بازی حرف آکادمیک نمیدونم داره ولی لازم هم نیست، آخه لازم هم نیستش، آخه یه حسه دارید، یه حسه، یه دیده. من سه تا از چهار تا از بازی که ساختم شاید باور نمیشه با توی سرامیک همون سرامیک مسجد ارزم بود با اینها دیدی که نسبت به اینها بود بازی ساخته شد، حتی یکیش دقیقا بین ولی از تا خیابون حجاب بود پیاده رو درخت ها آدم ها چرا رو اون سرامیک بایستن چرا اینجوری نمیره اونجا حرکت نمی کنه، پس یه قدرتی میتونم بهش بدم که اما اینجا بره اینجا اون امتیاز اون سرامیک مای من باشه. یه مثل هنر میمونه، مثل کسی میمونه که شما یه بار دکترا ادبیات بگیر بعضیش انتظار داشته باشی که میشه یه دیوان بنویسه، خب ولی مثلا میبینیم بابا طاهر اوریان مثلا نمیدونه آکادمی چیه ولی فلان چی رو نمیشه فلان شاعر فلان چیز نمیشه، یه هیچ فوق تخصص دکتراش هم نمیتونه اصلا یه همچین دیوانی بنویسه، نظرم یه هنره، فن نیست که بخوای انتقالش بدی، فقط میتونه بگی خوب نگاه کن، خوب درک کن، خوب یه مقدار معلومات عمومی شو تو مطالعات افزایش بده، تاریخ، جغرافیا، علوم اجتماعی اینا رو بخونه بدونه که حداقل بتونه اون چیزی اون دیدگاه درونش رو اون حسش رو یک لحظه پیاده سازی کنه. من هم اگه بخوام به عنوان دیگه تتمه صحبت استی بگم فقط میتونم اینو بگم که پیگیر باشه طرف، اگر پیگیر باشه آدم های مورد نظر این قضیه رو پیدا میکنه، باهاشون مرابطه های لازم رو انجام میده، ازشون چیزهای لازم یاد میگیره. شناختم برای خیلی خوبه که حداقل راهی که داره مسیری که داره میره حداقل فردا پس فردا نگه آه این کپی بود آره. این چیز بود. حالا فهم فهم میکنم تو پنل بعدی هم که وجود داره در ادامه این نمایشگاه و اینها بیشتر راجع به این قضیه صحبت میشه، اگه موافق باشین همینجا بنظرم جای خوبیه بحث دوباره افسردش نکنیم جامو جورش بکنیم. آره افسرده بود خرز نگردیم. آره ای وقت دم شما دم همتون گرم و اینکه مرسی اگه گوش کردین و پر حرفی ما رو، من دیگه حرفی ندارم. مرسی دارم. مرسی دارم.